مبارک رمضان صلواتی جلیه جی بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. مقدمتا اگر سؤالی هست بفرمایید. اگر در شخصی غسل واجب شد قبل از این که اذان صبح بشه، واجب هست که غسلشون رو انجام بدن تا بتوانن روزه بگیرن، و اگر وقت به اندازه کافی نبود باید تیمم بکنه. ممکنه که مثلا اذان صبح ساعت 4:26 هست، ایشون ساعت 4:25 از خواب بیدار شده، یا 2 دقیقه قبل از اذان وقت نیست، ایشون باید تیمم کنه. یا اگر خانمی متوجه شد که یه چند دقیقه قبل از اذان پاک شده و میتونه انشاءالله فردا رو روزه بگیره و وقت به اندازه غسل نیست، به اندازه حمام و لباس عوض کردن و اینها، باید تیمم بکنه. ایشون حق ندارد غسل بکنه، چون تا غسل ایشون تمام بشه، تا مقدمات غسل انجام بشه، ایشون حقیقتاً و عملاً بدون غسل وارد نماز وارد صبح شده، روزش اشکال پیدا میکنه. خب تیمم هم که روشن هست، خیلی آسانه تیمم، پس یه کار خیلی معمولی هست. خیال نکنیم تیمم مثلا مالو قدیما بود که مثلا آب نبود و مثلا حمام در منزل نبود، و نه، اینجا هم ممکنه که تیمم بر کسی واجب بشه. خب در بحث احکاممون عرض کردیم، فکر میکنم 3 شنبه‌ها بوده یا 5 شنبه‌ها، که تیمم رو بر چی انجام میدیم. تیمم بر چی انجام میشه؟ خاک. حالا که خاک نیست، سنگ. بعضی آشپزخونه ها ممکنه که این میز آشپزخونه سنگ باشه، اگر او سنگ واقعی هست تیمم برش جایزه. این سیمان ها، پیاده رو ها، مثلا را پله ها، این اگر سیمان هست از این در بیاد بیرون، سیمان هست، اینا همه مواد زمین هست، تمام برش درست. و خدمت عرض شد که خاک که طبعا اگر کسی داشته باشه میتونه یه خود خاکی توی حتی یه پارچه ای رو مثلا انسان میتونه خاکی بکنه، برای همچه موقعی اگر کسی مثلا سنگی در منزلش نیست یا سیمان در منزلش نیست، یک پارچه‌ای رو قبلا خاکی بکنه بیاره تو منزل و باشه برای همچین موقعی. اگر سوالی هست بفرمایید. برچوب؟ نه، سجده میشه. خب تیمم رو هم یک مرتبه، گرچه همه میدونیم، فقط برای یادآوری برای خودم عرض میکنم، اگر انگشتری چیزی در دست باشه انسان در میاره دست ها به این شکل، بعد از این که نیت میکنه در دل خودش، هر دو دست رو یک زمان میزنه بر اون یا سنگی یا مثلا زمین با هم دیگه. اگر مثلا خاک بود و دستش خاکی شد، میتونه یه تکونی بده خاک ها رو، یا مثلا ماسه اگر هست، سند به صدا، میتونه یه تکونی بده، بعد دو تا دست رو اینجوری کنار هم میگذارد، از محل رویش مو بالای پیشانی شروع میکنه به کشیدن. با اینجا شروع میشه ها، نه با کف دست، با اینجا شروع میشه به این شکل. این دو تا شست هم دو طرف پیشانی رو کاور میکنه، نگاه کنید به این شکل. روی صورت لبها لازم نیست که کشیده بشه، میاد بالای ابروها و بعد بالای بینی، نه صورت، گونه ها لازم نیست که کشیده بشه. بعد پشت دست راست ببینید، از اینجا ببینید، مثل این اینجوری پشت دست راست، شست پشت شست رو مس میکنه، شست پشت شست رو مس میکنه، بعد پشت دست چپ به این شکل،
برای که مطمئن باشید از مچ رو دارید مست میکنید یه ذره بالاتر. درست؟ شست پشته شست رو مست میکنه تا سر انگشتان و این تیمم شد. بعضی از مراجع، نه آیت الله سیستانی، بعضی دیگر از مراجع میگویند که اگر تیمم شما به جای عذر باشه خوبه یه بار دیگه هم دست رو بزنید و پشت دست ها رو مست کنید. درست شد؟ خب حالا اذان میشه دیگه، تا ایشون تیممش انجام بده اذان میشه و بعد اجره ای نداره دیگه، بعد اذان میره با خیال راحت غسلش به انجام میده. توجه فرمودید؟ حالا مثلا ممکنه یک شخصی خسته بوده، خوابش برده، نزدیک طلوع خورشید، مثلا اگر حالا فرض میکنیم 5 و مثلا 25 دقیقه اذان صبح میشه، ایشون حالا بیدار شده 5 و مثلا 24 دقیقه چیز طلوع خورشید رو از میبرم فضای نماز صبح، حالا بیدار شده میره مثلا تا بخواد وضو بگیره، وضو گرفتن شاید طول میکشه، افراد مختلفن، میره سر یک تیمم میزنه، ببین چقدر طول میکشه، شما حساب کنید چند ثانیه میشه. از آن اقامه هم که نمیخواد، چون نماز میخواد قضا بشه، الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، اگه نمازش میخواد قضا بشه. بسیار خوب، اگر سوالی هست بفرمایید، اگر درباره تیمم مخصوصا سوالی هست بفرمایید. بفرمایید. سن نباشه لباس میشه؟ نه با لباس نمیشه، همونطور که عرض کردیم سنگ، خاک، ماسه و حتی این سیمان ها کانگریت به اصطلاح این سیمان ها هم میشه. بله؟ اگر رنگ مزاحم هست، یک لایه‌ای هست، یک مانعی هست، دیگه سیمان حساب نمیشه. رنگ دیگه، روی رنگ هم تیمم جایز نیست. اگر آجی آقا روی بعض اشیا خواب نشسته باشد؟ گاهی اوقات غبار می نشینه بعضی جاها، مثلا ممکنه مثلا یک گوشه موکت مثلا غباری داشته باشه، بعضی قالی ها مثلا زیرش غباری داره، یه خورده غبار هم کافیه ها، یه خورده غبار هم کافیه، لازم نیست که به عینه خاک باشه ها عزیزان. سوال نداره دیگه، نمیخوره دیگه، خاک هم چیزی نیست. آقا درد شدید داشته باشه، میتونه که پشت کنه برمون برسه؟ نه نمیتونه. گفتن اگر کسی سردرد داره، سردرد شدیدی در ماه رمضان، میتونه قرص بخوره؟ نمیتونه دیگه، مگر اینکه دیگه کارش به جایی رسیده که بنده خدا ممکنه که هر آن از این سردرد به رحمت ایزدی به پیوندد، این صورت دیگه میتونه به قرصش بخوره. و اگه سردرد چیزیه که قابل تحمله، نه؟ بسیار. سوال دیگری نیست؟ جهت برآورده شدن حاجات، جهت شفای مریضان اسلام، جهت تعجیل در فرج پر از خیر و برکت مولانا بقیت الله الاعظم حجت ابن الحسن العسکری ارباب العالمین لتراب مقدمه الفدا صلواتی جلی هدیه بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا قاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته المعصومين
المعصومین المکرمین. تو به پرواز پری نگشودی، تو به پرواز پری نگشودی، کرمک هستی زیر خاک آسودی. خار از مهجوری قرآن شدی، خار از مهجوری قرآن شدی، شکوه سنج گردش دوران شدی، شکوه سنج گردش دوران شدی. ای چو شبنم بر زمین افتاده ای، در بغل داری کتاب زنده ای، رشته ای با لم یکن باید قوی، تا تو در اقوام بی همتا شوی. آن که ذاتش واحد است و لا شریک، بنده اش هم در نسازد با شریک. مؤمن مؤمن بالای هر بالاتری است، غیرت او بر نتابد سستی. فرقه لا تحزنوا ان در برش، انتم الاعلون تاجی بر سرش، می کشند بار دولم دوش او، بحر و بر بحر و بر پرورده آغوش او. زیر گردون می نیاساید دلش، زیر گردون می نیاساید دلش، بر فلک گیرد قرار آب و گلش. طایرش طایرش منقار بر اختر زند، آن سوی این کهنه چند بر پر زند. طایرش منقار بر اختر زند، آن سوی این کهنه چند بر پر زند. خداوند انشاءالله بار دیگر به همه ما مسلمین عزت و آقایی و شرافت رو روزی بفرماید به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. این صلوات در خوره جمعیت نبود، آخر رمضان باید خودم تنها صلوات بفرستم. صلوات جدیدتر هدی بفرمایید. قال الله الحكيم في القرآن الكريم فلا تك في مرية من إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. Yesterday, brothers and sisters, we mentioned that Allah subhanahu wa ta'ala announced to all Muslims to be strong in their way and do not be doubtful, mashkuk. When you are in the right path in Sirat Mustaqim, walk strongly. وَلَا تَكُنْ فِي مَرْيَةٍ.
Brothers and sisters, believers, those who are complete believers, they will arrive to their correct destination. But these believers can be divided in three categories. One category of the believers are those who have obedient belief. They follow all the direction of their religion obediently. No question and no research. They exactly follow the direction. They will arrive to their destination. That is a good category. The other group of believers are those who have intellectual belief. Before they select their religion, before they choose their religion, they research, they study, they question their religion. Any act, any command, any direction of their religion that they receive, they think, they research about that, and they follow, then they practice. This level, the intellectual belief, is higher than the obedient belief, because they are more confirmed, they follow the direction with confidence. They are sure that this is the right path. The third category of the believers are those who have a loving belief. I couldn't find a better word than love, a loving belief. Other words cannot bring the meaning correctly. This is the highest level of the believers. They enjoy practicing their religion. They love their Lord. They love their Prophet. They love their Quran. When they practice their religion from any act, fasting, praying, they enjoy. Their first choice in their life is their religion. Their religion is not for their breakdown. Their main concern is their religion. Of course, brothers and sisters, at the beginning of Surah Mubaraki Hud, we mentioned that Allah subhanahu wa ta'ala tells us, if you follow the religion first, we will build your life in this world, in this materialistic world. So don't even think about that. If we follow the religion with love, then we may lose this materialistic life. No. The religion first is to build a very convenient life in this world. Then we will be prosperous in the hereafter. So this is, brothers and sisters, the higher level of Iman, of the belief, following the religion with love. Brothers and sisters, really, here the meaning of love is not that much high. When we say love, maybe some people, the first meaning that comes to their brain is the street love. No. Ishq. Hazrat Ali alayhi salatu wa salam, when arrives to Karbala with his companion, Hazrat Ali alayhi salam look at the Karbala and prays two rak'at. They ask, Ya Amir al-Mu'minin, why you pray here? What's going on? There is nothing here. Amir al-Mu'minin alayhi salatu wa salam says, Manafikhur rukkabin wa manazil ushaqin. Here is the place of the ushaq, of the lovers. Amir al-Mu'minin alayhi salatu wa salam foresee and expect that his son Imam Hussein alayhi salam and 72 ashiq and lovers, with real lovers, will come here and will create this important historical event.
امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام used the word lovers for his son امام حسین علیه الصلاه و السلام and his companion. The main difference between us and between the rest of the creatures, brothers and sisters, is the love. Our heart has this advantage and capability that we can be loved. We can love. But brothers and sisters, this important and unique sense and feeling that mankind has, we cannot limit it to another limited person or limited thing in this materialistic world. This is too short and this is too limited. A wise person, brothers and sisters, is the person, because in the heart you can love one. The wise person is the person who loves the source of the all greatness, the source of the beauties, right? The source of the health, the source of the compassion, the source of the mercy, the source of the intellectual, the source of the knowledge, and that is Allah subhanahu wa ta'ala. That is the true law. That is the true law. Allah subhanahu wa ta'ala tells to his prophet, do not be doubtful. Pay attention, brothers and sisters. Among these three categories of believers, the person who has obedient view, he may be doubtful. If the person who challenge against his religion and bring strong logical reason, he may be a little doubtful. The person who is in the second category, intellectual belief, pay attention. This person also can be, in some circumstances, doubtful because he only concentrate on the logical reason. پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بیتمکین بود. The person who built his iman and faith only based on the experimental reason or philosophical reason, maybe some other person brings another reason against his religion, we call it safsata. However, his reason is not a real reason. He only is using the logical tricks. In this case, he can be doubtful. But the third level of iman, loving belief, loving faith, this person who has gained and obtained his belief and iman through the love, this person will not be shaky, right? You know, at the beginning of Islam, how difficulty and hardship they fought, they encountered, but they still said, La ilaha illallah. Look at Ammar, Yasir, Sumayya, right? That is the true love. The person, brothers and sisters, who loves his religion, he will go straightly and always he is in the side of prosperity. Mawlana Rumi, he was building a house for himself, and there was a Najjar. What do you call the Najjar? Carpenter, right? The carpenter was Christian. Throughout the weeks that this Christian carpenter was building the wooden house for Mawlana Rumi, you are familiar with Rumi. The students of Rumi were helping this carpenter. And of course they were talking together, negotiating together regarding Islam, regarding the Christianity. And finally this old carpenter, Christian carpenter,
came to this point that really Islam is true and I'm going to follow the Islam. They came to Maulana Rumi and they asked, Ali? بله میتونم. بله. این نو پرابلم. این دی بیست مولانا از نان از رومی. For the young generation they know مولانا as a رومی with his last name. Because his grave is in Turkey and Turkey was known at that time as the empire of Rome. That's why they call it رومی. Okay? Now let us continue. Before this carpenter say shahadat la ilaha illallah and muhammad rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, he told to Maulana, I really have one concern in my heart before I accept Islam. Maulana asked, what is your concern? He said, really, look, almost after my maturity, almost for 40 years I pray God in the path of Jesus. I love Jesus. Now how I can leave Jesus behind and follow another direction? Pay attention. The carpenter says, I accept that all your reasons are correct. Islam is correct, but how about my heart? How about my love? I love Jesus. Maulana smiled and told to his students, look, my students, this is the true Iman. This is the true faith. This is the correct belief. This is the highest level of the belief. Then he told, okay, this is the advantage of Islam. When you come in Islam, you do not leave your prophet. Prophet Jesus still is your prophet. When you follow Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, actually you are getting closer to Prophet Jesus. Because this is what Jesus requested from all the Christians. Christians, if they want to get closer to Prophet Jesus, they have to convert to Islam. Because this is the will, the wasiyat of Prophet Jesus. Why you leave the wasiyat and the will of Prophet Jesus, alayhi salam. Right? Usually here they use the word convert. I disagree with the word convert. The word convert is for the person who is switching from one way to another way. But the Jews who accept Islam or the Christian who accept Islam, they do not convert. They only, pay attention, they only extend their belief. They only update their belief. We Muslims, if we want to be good Muslims, we have to love Prophet Jesus alayhi salam. We have to love Prophet Moses, peace be upon him, right? As Allah subhanahu wa ta'ala here used the word Imam for the Torah. Allah subhanahu wa ta'ala says, فَلَا تَكُوا فِي مَرْيَةٍ مِنْهِ. Do not be doubtful in the right path. إِنَّهُ الْحَقَّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ. Most of the people are not in the level of the loving belief. فَمَنْ أَزْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَٰئِكَ يُعْرِزُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ. Allah subhanahu wa ta'ala says that we approve this prophet in the book Torah and use the word Imam for the book Torah. Pay attention. Why? Because Torah was kind of the source and reference
for Bible and also for Quran. That's why this book got the title of Imam, means the leader. Hala, let me switch to Farsi, then inshallah tomorrow night we will have the rest in English. خدای مهربان می‌فرماید کسانی که پیغمبر رو تکذیب کردند اینها کسانی هستند که ظلم خیلی بزرگی رو انجام دادن. اگر از شما سوال شد بزرگترین ظلمی رو که خداوند سبحان در قرآن بیان کرده که از این ظلم دیگه بزرگتر نیست چیه؟ تکذیب خدا و پیغمبر، از این ظلم دیگه بزرگتر نیست. قبل از اینکه من جوابش رو از قرآن بگم، به نظر شما چی به ذهنتون میرسه؟ چرا خداوند بزرگترین ظلم رو میفرماید؟ ظلم به خود، بزرگترین ظلم انکار خدا و پیغمبر است. جوونا به ما بگن این همه ظلم ممکنه در دنیا اتفاق بیفته، این همه کشت و کشتار اتفاق بیفته، اما تکذیب خدا و پیغمبر رو، تکذیب قرآن رو خداوند میفرماید این بزرگترین ظلم بشر هست. به جهت اینکه انکار حقانیت هست، انکار قرآن، خواهر و برادر، انکار پیغمبر، دقت کنید، انکار توحید، اینا انکار یک کتاب نیست، انکار پیغمبر، انکار یک شخص نیست، انکار خدا ضرری به خداوندی خدا نمیزنن، انکار اینها جامعه بشری رو منحرف میکنه، انکار اینها این همه کراپشن و بدبختی و قتل و غارت و جنایت و ظلم رو ایجاد میکنه. اگر جامعه خواهر و برادر خداییش همه به خدا اعتقاد داشته باشن، چون اعتقاد، انکار پیغمبر خدا یعنی انکار معاد دیگه، یعنی پیغمبر خدا میگوید حسابی هست کتابی هست نیست دیگه، انکار پیغمبر خدا یعنی انکار توحید دیگه، خدایی هست، ناظر هست، حسابی هست، خلقتی هست، ما همه با هم خواهر هستیم، برادر هستیم، حقوق هم دیگه محترم هست، یعنی اینا همه کشکه، درست یا نه؟ وقتی زیرا به اینها زده شد چی میشه؟ قتل و غارت و ظلم و افرادی ادعای خدایی میکنن دیگه. حالا شما دقت کنید، خیلی راحته. چرا؟ این که خداوند میفرماید انکار توحید، انکار پیغمبر بزرگترین ظلم به بشر هست. چرا؟ نگاه کنید، شما تصور کنید در دنیا تمام این 6 میلیون 6 میلیارد جمعیت همه اعتقاد دارن به خدا، همه اعتقاد دارن، همه اعتقاد حقیقی ها، نه اعتقاد کشکی، اعتقاد حقیقی دارن به خدا که روز قیامت حساب هست، کتاب هست، ما اگه دروغ بگیم مؤاخذه میشیم، اگه حق مردم رو بخوریم مؤاخذه میشیم، اگر تفنگ رو برداریم یکی رو بکشیم مؤاخذه میشیم. اگر همه یک تربیت دینی سالم داشته باشن، به نظر شما پلیس هم لازمه؟ پلیس برای چی لازمه؟ به نظر شما آدم کشته میشه؟ به نظر شما لازم هست در مغازه ها و دکان ها رو قفل بزنن؟ قفلی که لازم نیست. همه جا امن، این بانک ها رو باید تعطیل بکنه. چون امن دیگه. بله. خب مثلا میتونی یک همچی جامعه رو نشون بدی؟ بله، مثلا شما تو سوئیس، من نمیدونم مثلا چند درصد افراد به اون حدی که ما تو اسلام مثلا به خدا اعتقاد داریم یا به معاد اعتقاد داریم ممکنه خیلی کمتر باشه، ولی جامعه خیلی به لحاظ فرهنگی اجتماعی منظم و مرتب، کسی که حق کسی تجاوز نمی کنه، کسی دزدی نمی کنه، ولی مثلا حالا میشه که جامعه خودمون مثلا، البته اون جامعه که جامعه بیدین که نیست. نه، من نگفتم بیدین. شما وقتی میگین توحید، مثلا توحید یک کلمه عمومی هست. خب همین باید تفسیر بشه. من میخوام بگم که به این معنایی که شما فرمودین که
اعتقاد به این چیزی که به این معنی که توی این آیه اومده ممکنه من میخوام بگم افرادی باشن که به خدا اعتقاد نداشته باشن. بله. عکس بکنن. ولی به حقوق هم دیگه. بله. این احتمال هم وجود داره. اما بله این احتمال وجود داره که یک جا یک البته عام نمیتونیم بگیم مثلا یک عده‌ای باشن ولو این که با آخرت اعتقاد ندارن اخلاق خوبی داشته باشن، این ممکن هست طبعا. اما بهترین و مطمئنترین و درستترین مسیر همون مسیر طبیعی توحید است. اگر دنیا همه مسیر توحید مسیر اعتقاد به قیامت رو داشته باشن همه مشکلات اجتماعی که در دنیا ما میبینیم شاهدش هستیم اینا همه برطرف میشه. من مثال زدم و واقعا یکی از معضلات بزرگی که الان ما در دنیا داریم اینه که حتی بعضی از بزرگان رهبران جوامع اسلامی اینها برخلاف اون چیزی که حقیقت داره دارن عمل میکنن، مردم رو برخلاف اون حقیقت دارن سوق میدن. حالا این کسی که مثلا در مقام یک رهبر، من درد از دلم نمیره که من حالا اسم میبرم، در دانشگاه الازهر من کتابچه‌ای رو دیدم، موقع به انگلیسی عرض کردم حالا به فارسی میگم، کتابچه‌ای رو دیدم که نوشته بودن که شیعیان به قرآن دیگری اعتقاد دارند. خب کسی که این دستور چاپ به این مطلب رو در الازهر مگزین میده یعنی ایشون واقعا جاهل هست، یعنی واقعا خبر نداره که شیعیان همین قرآن رو میخونن یا چاپ میکنن که شیعیان اعتقاد دارن که مثلا وحی باید بر حضرت علی علیه السلام میامد، جبرئیل اشتباه کرد و وحی بر پیغمبر اسلام آمد. چاپ به این گونه مطالب که خلاف حقیقت، خلاف توحید هست، خلاف معاد هست، یه کسی که بالاخره همون کسی که منیج میکنه چاپ اینها رو، اگر ایشون به خدا عقیده داشته باشه که من در قبال چاپ این مطلب روز قیامت بازخواست خواهم شد، موقع ایشون رو چاپ نمیکنه، این دروغ رو چاپ نمیکنه. لااقل اگر راستی از عزاداری ما از مسائل دیگه راستی اطلاع داشته باشیم یا چاپ، یعنی این سست بودن ممکنه که اخلاق خوبی هم داشته باشه باشون. من خودم باشون برخورد میکردم، خیلی برخورد خوب با تبسم خیلی اینا. حالا اخلاق یک مسئله دیگه هست، اما اون استثنایی که به تعبیر طلبا میگن ما من آمن الا وقت خوص، استثناء وجود داره که یک عده قلیلی جایی پیدا بشن برخلاف این که دینی دارن اخلاق خوبی داشته باشن، او استثناء هست. اما اون مسیر اصلی که جامعه رو خوب میتونه تربیت بکنه، رشد بده، سوق بده و حتی همون استثناها که دلهای ممکنه خوبی داشته باشن بهتر و بالاتر رشد بکنن، همین مسیر توحید هست، همین مسیر دین هست. خب بعد خدای مهربان میفرماید که این بزرگترین ظلم پس شد ظلم به توحید، ظلم به پیغمبر خدا و انکار بود. بعد خدای مهربان میفرماید اولائک یعرضون علی ربهم، کسانی که رد میکنن توحید رو، کسانی که رد میکنن پیغمبری پیغمبر خدا رو، اینها روز قیامت بر خدای مهربان و بر پیغمبر خدا عرضه میشوند. دقت کنید، یعنی همین کسی که منکر بوده اینها رو روز قیامت میارن و یقول الاشهاد هؤلاء الذین کذبوا، شاهدها هم میان، شاهدها میان حاضر میشن که بله این آقا یا این خانم همون کسی بود که توحید رو رد میکرد، این همون کسی بود که نبوت پیغمبر خدا رو رد میکرد. چه داستان مهمی. روز قیامت خواهر و برادر 8 دست ما شاهد داریم، 8 گروه شاهد داریم. یک گروه از شاهدها همین پیغمبران هستند. در آیات قرآنی داریم که پیغمبر خدا بر تمام اعمال امت خودشون شاهد هست. پیغمبر هر امتی یک شاهد هست بر اعمال امت خودش، علاوه بر اون خب طبعا کرام الکاتبین فرشتگان هستن، مردم هستن، خود شخص اعضا و جوارحش هم هست. الا لعنت الله علی الظالمین، بعد چقدر قوی و تکان دهنده خداوند این جمله را ندا میدهد. علا یعنی خیلی بلند، روز قیامت ندا داده میشود علا لعنت خدا بر کسانی که ظلم کردند. از
مسئله انکار معاد و انکار توحید هیچ مکتبی برای انسان، برای جامعه بشری خطرناکتر نیست. هیچ زهری کشنده تر از این نیست که به یک انسان بگیم همینطور که بقیه حیوانات زندگی میکنند و از بین میرن، تو هم مثل اونها هستی، همونجوری اونها هم از بین میرن، جنازه شون در این چرخه طبیعت تجزیه میشه، جنازه تو هم تجزیه میشه. نه معادی از نه حسابی، نه کتابی، نه قیامتی. حالا صرف گر جهنم میروی مردانه رو، حالا که حساب و کتاب نیست دیگه، لاغر دنیا تو خوب درست کن. الذين يسدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرتهم كافرون. خداوند میفرماید کسانی هستند که در این دنیا راه راست رو کجشون میدادن. واقعا خیلی جای تأسف خواهر و برادر. در مسائل علمی دقت کنید، خوب گوش کنید عزیزان، جوانهای محترم، در مسائل علمی بعضی نظریات قابل رد و انکار هست. اصلا اکسپریمنتال نالج، علوم تجربی که رشد میکنه، با همین سوال کردن و با همین یک نظریه دادن و با همین رد کردن ها میاد رشد میکنه. از این روش رشد علوم تجربی است. اما علوم دینی اینطور نمیشه. علوم دینی تا 100% انسان یقین نداره نباید بگه. این خیلی مهمه. من یه وقتی در منزل عزیزی بودم، یه کسی تلویزیون روشن کرده بودن، یه کسی پای قرآن نشسته بود و همچی یک شخصی ازش سوال کرد که مثلا فلان چیز حلاله یا حرامه، همچی سری قرآن رو باز کرد، یه آیه خون گفت که حلاله، در حالی که همه دانشمندان اسلامی میگن او چیز حرامه. ایشون همچی فوراً اعلام کرد و هم تلویزیون چقدر بیننده داشته ها، خدا میدونه که حلال حرام خدا رو حلال اعلام کرد. در عرصه دینی خواهران برادران جوانهای عزیز، انسان باید خیلی دقت کنه. آمدن خدمت آیت الله لزما خویی رحمت الله علیه، ازشون یک سوالی پرسیدن چون داشتن وضو میگرفتن. سوال یه سوال فقهی ها، نه سوال تئولوژیکی بزرگ، یه سوال فقهی. ایشون گفتن صبر کنید من براتون چک میکنم. وضوشون تموم شد، رفتن توضیح المسائل خودشون رو باز کردن، نگاه کردن، بهشون جواب دادن. مباحث دینی رو انسان خیلی باید احتیاط کنه. خیلی راحت چیزی که 100% در باب دین انسان یقین ندارن با یک نه خودش راحت نمیدونم. اگر از اون پرسیدن این رو نمیدونم، چشم تحقیق میکنم خدمت شما جوابشو میدم، یا از فلانی رو پرسید شاید رو بدونه. خداوند میفرماید کسانی هستند که اینها راه خدا رو دگرگون و منحرف به مردم نشان میدهند و هم بالآخرتی هم کافرون. اینها هم روز قیامت در مسیر کفار، در مسیر منکران محشور میشوند. اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض. خداوند میفرماید اینها حتی دقت کنیم روی این کره زمین نمیتونن از ما فرار کنند. و ما کان لهم من دون الله من اولیا. روز قیامت کی رو میتونه غیر از خدا برای خودش یک حامی پیدا بکنه؟ چقدر مهم. تو این دنیا مفردی نداره. روز قیامت تنها کسی که میتونه کمکش بکنه کیه؟ خداوند هست. ما کانو یستطیعون السمع و ما کانو یبصرون. اینا با خودشون کاری کردن که دیگه نه چشماشون میبینه و نه گوشاشون میشنود. میشه انسان به همچین درجه‌ای برسه؟ بله میشه. یک مقدار که انسان قفلت بکنه، یک مقدار که انسان پشت گوش بندازه. بعضی خود این تمرین عزیزان، خود این پرکتس، خود این ذکرها، نمازها، روزها، اینها همچی تر و تازه نگه میداره. مثل آبی که برای یک گیاه، برای یک گل میرسه، دل انسان رو، مزرعه دل انسان رو همیشه بارور نگه میداره برای حقیقت، برای که درک آیات وحیانی. تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی، گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است، به صد دفتر نشاید گفت شرح الحال مشتاقی. اللهم انا نسألك و ندعوك باسمك العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم. الهنا بحق قرآنك المستحکم و بحق نبیك المکرم.
استجب دعانا یا الله 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 یا رحمان یا رحیم. خدایا با آبروی قرآنت قلم مهربان عفوت رو در این شب عزیز رمضان بر خطاهای اعمالمون بکشان. فرج امام زمانمون معجل بفرما. مریضانمون شفای عاجل مرحمت بفرما. گناهانمون ببخش و بیامرز. پروردگارا حوائج جمع حاضرین، حوائج بانیان افطار برآورده به خیر بفرما. خدایا روزه هامون، نماز هامون، جلسات قرآنمون گرچه ناقصند به لطف و کرمت قبول بفرما. پروردگارا عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما. رحم الله لمن یقرأ الفاتحه مع السلام. بسم الله الرحمن الرحیم.